28 مرداد لاتا مملکت گرفتن دادن دست روشنفکرا. 22 بهمن روشنفکرا دوباره دادن دست لاتا. هرچه رفتیم راه بود، هرچه کندیم چاه بود، کلیدش دست سید جبار بود. یکی بود یکی نبود، به جز صدا هیچی نبود. کمپانی سپهسالار نماینده مجاز گوشکوب‌های بی‌نظیر پسقعله خبرهای امشب را تقدیم می‌کند. خانم‌ها، آقایان، سرانجام پس از انتظاری طولانی با خبر شدیم که 3 تن از بزرگان ما، بانو فروغ فرخزاد شاعره جنجالی، آقای صادق هدایت نویسنده کتاب‌های مأیوس کننده و حضرت مولوی دام برکاتو شاعری از جامعه روحانیت مترقی، برای شرکت در کنفرانس جهانی ارواح مقدس وارد لس آنجلس شدند. پس از پخش چند پیام بازرگانی برمیگردیم. هر دقیقه 1000 بار میمردم و زنده میشدم. دارو ندارم و قاچاقچی ها بالا کشیدن. ترکیه نگو، جهنم بگو. چند بار خواستم خودم رو بکشم. بعد با یه پسر و دختر نمیدونم چیرک بودن چی بودن، زدیم به رودخونه. مامورا دستگیرمون کردن، بردنمون به بندر لابریون، اردوگاه پناهنده ها. اونجا سک صاحبشو نمیشناخت، خطرناکتر از زندونای خودمون بود. خیلی هم که مثل ما میخواستن از رودخونه مرزی بین ترکیه و یونان رد بشن کشته شدن. باقی هم توی زندونا، بچه ها از این زندون به یه زندون دیگه، از زندون سیرکیجی به بندر لاوریون. انگار دیروز بود، جلوی مرکز پلیس سیرکیجی یارو پاکستانیه یمین پاسپورت قلابی میفروخت. چی بگم دیگه ها؟ یه بارم خواستم جلوی دفتر پناهندگی سازمان ملل خودم رو آتیش بزنم. بابا صبر کنین، ضبط نگه میدارین. خب اینا که باعث دلغش هست بابا، مردم شب جمعه ای میخوان حال کنن، اینجوری برنامه میشه شوی سر قبر آقا. خب قصه زندگی منه دیگه، شما که گفتین هرچی بخوام میتونم بگم. گفتم، ولی آخه هرچی رو که نمیشه گفت. حالا از این حرف گذشته، شما اسپانسر دارین؟ اسپانسر چیه؟ اسپانسر چیه؟ کسی که پول بده، آگهی بده، تا بتونیم قصه زندگیتون رو پخش کنیم. نه آقا، من کسی رو نمیشناسم. اینجا برای آب خوردنم باید اسپانسر داشت. اول باید اسپانسر پیدا کرد، بعد به روی چش. اصلا از اول بچگیتون تو همینجا ویدیو درست میکنیم با موزیک. شر میشه، مثل فیلم های سینمایی. ولی اول باید سپانسر پیدا کنیم. عرق پیرهنم زیبا بود، خال کوبی تنم زیبا بود، راستی را که در این گرمابه سنگ پا کشیدنم زیبا بود. چون چنین حال و نبوغی دارم، این همه منم زیبا بود. شب و روزتان بخیر، عشاق من و صدای من. شنوندگان ارجمند، صدای ما و حضرت مولانا را از رادیو شبان روزی میهن میشنوید. من مولای رومم، نه مولای قوم.